کردی، منطقه مختلف رو بررسی کردیم. تو این جلسه میخوام یه مثل که مثلا عملی تر بزنیم، با ایف ترکیب بکنیم، چون این مبحث خیلی کاربردی تره. گفتم که توی یه جلسه مثلا جداگونه برابر صحبت بکنیم. مثلا شما فرض بکنید که یک مدرسه دارید و حالا برای اینکه پذیرش بکنید دو تا شرط دارید. یکی اینکه مثلا معدل بالای 16 باشه و اینکه داخل مصاحبه هم پذیرفته شده باشه. اگه این دوتا بود، مثلا طرف میتونه داخل مدرسه‌تون شما ثبت نام کنه. اینجا میام و مثلا مینویسم که معدل، و اینجا مینویسم مثلا امتیاز مصاحبه. خب مثلا فرض کنیم معدل اگر 16 باشه به بالا قبوله، و امتیاز مصاحبه هم که از مثلا این از 20 و از مثلا بازم 20 امتیاز مصاحبه، حداقل 10 رو بعد طرف آورده باشه که بتونه توی مثلا مدرسه ما ثبت نام بکنه. و مثلا نتیجه من یه سری داده اینجا وارد میکنم. اینجا هم مثلا امتیازهای مصاحبه، اینجا بخوام بگیم که اگر این و این دو تا شرط، مثلا این بزرگتر از 15، بزرگتر از 16 و این هم بزرگتر از 10، رو میخوام چک بکنم. اول از همه بذارید اصلا جداگونه براتون بنویسم، بعد اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم که کار قشنگ تر بشه. مثلا اینجا مینویسم این بزرگتر از 16، اینجا اوکی میکنم. یه بذارید من 16 رو به صورت چیز بنویسم، این بزرگتر از 16، این بزرگتر از گفتیم 10 قراره باشه. خب اینا هر دوشون الان فالس، یعنی نه این بزرگتر از 16 نه این بزرگتر از 16. گفتیم اگر این بود و این هم بود و چی میشد؟ میشد اند. پس اینجا میتونم بنویسم اند این خونه و این خونه، پرانتز رو میبندم. پس الان اند این دوتا شد فالس. حالا اینجا میتونم نتیجه رو بررسی بکنم. نتیجه میتونم بنویسم، میبینی بالا مینویسم که جا برای نوشتن بیشتر داشته باشم، مساویه if. شرطمون چیه؟ اگر این مساویه ترو بود، بعد چی کار بکن؟ اگه تو رو بود بگو که پذیرش مثلا، وگرنه بنویس رد، پرانتز میبندم. بس این آقا رد شد. حالا اینجا میتونم من یک کاندیشنال فرمتینگ بزنم که اگر مساویه پذیرش بود سبز، و اگه مساوی رد بود قرمز. خب همین شرط رو من بست میدم. ببینید از این تعداد فقط این سه نفر هستن که هم معدلشون بالای 16 و هم امتیاز مصاحبهشون بالای 10. مثلا این یکی بالای 16، بزرگتر مساوی 16 هست، اتفاقا من مساوی هم شرطشون نذاشتم، مثلا اینا میزنم 17 هستن. ببین این شرط ترو شد، ولی باز هم این شرط هنوز فالسه. میبینید این کمتر از 10 هستش و در کل رد میشه. پس این الان یه حالت ترکیبی بود که دو تا شرط رو با هم دیگه تونستیم بررسی بکنیم. اجازه بدید من اینجا رو یکم جمع و جورتر بکنم و مثلا برای یه همچین چیزی نخواهیم انقدر صوتون حروم بکنیم.
من میام چیکار میکنم؟ من اینجا نوشتم اند این خونه و این خونه. خب من میتونم محتوای این دو خونه رو بیام مستقیم داخل فرمولم بنویسم. یعنی چی بوده؟ مثلا اینجا بوده سی چار بزرگتر از ده، اینجا بوده بی چار بزرگتر از 16. پس من اینجا همینو میام مینویسم اند این خونه بزرگتر از مثلا 16، یه نوشته و شرط دومم این خونه بزرگتر از 10، به پرانتز میبندم و اوکی میکنم. میبینید که باز هم همونه، داده هایش فرقی نمی کنن و حالا میتونم این دوتا ستون رو اصلا پاک بکنم به این شکل. پس اومدم شرط هامو گذاشتم داخل، باز هم میتونم جمع ترش بکنم. ببینید من اینجا نوشتم if چی؟ if ای چار مساوی ترو. فرمول ای چار رو میتونم وردارم بیارم بذارم داخل اینجا به جای کلمه ای چار. فرمولش چیه؟ اینه انت فلان. من این رو کپی میکنم، کنترل سی رو کیبورد زدم یا اینجا میتونم کپی بزنم و بیام توی این فرمول به جای ای چهار پیست کنم اند ایف اند فلان، یعنی ترکیب این دوتا شرط، حالا ممکنه 10 تا شرط باشه، ترکیب این 10 تا شرط ایف اند این چند تا ترو بود بعد این کار رو بکن. من اینتر میزنم اینجا، میبینید که باز هم نتایج فرقی نمی کنن و فرمولای من بهتر شدن. اینجا رو هم میتونم ستون اضافی رو پاک بکنم. میبینید؟ پس اومدم ترکیب کردم چند تا فرمول تو هم دیگه تا به این حالت رسیدم. پس این برای یه مثال بود برای اند. یه مثال دیگه برای اور بزنیم. مثلا شما فرض بکنید که مثلا شما فرض بکنید توی ماه شمسی، مثلا روز شمسی قمری تعطیل. ببین مثلا شما فرض بکنید یکم دوم، بهتون گفته بودم بخوایم اینا رو گسترش بدیم چجوریه، یه دو تا رو انتخاب میکنیم، الگوی اصلیمون اینو میکشیم پایین مثلا تا 10. تعطیلات اگه که ببینید ما برای یه سری تعطیلاتمون به خاطر مناسبت‌های شمسیه، یه سری تعطیلاتمون به خاطر مناسبت‌های قمریه، مثلا شهادت امامی چیزی باشه قمری، مثلا روز چه می‌دونم حالا مثلا انقلاب اسلامی مثلا شمسی، یه سری پس از تعطیلاتمون به خاطر مناسبت‌های شمسی یا قمری. حالا اگه یکی از اینها هم این یا این، یا یعنی اور، اینجا و بود، این و این باید باشه، این یا این اگه اوکی بود یعنی تعطیل بود، در کل روز تعطیل دیگه، حالا نیازی که حتما تعطیل شمسی قمری هر دوش توی یه روز باشه تا اون روز تعطیل باشه، این تعطیل بود یا به خاطر این تعطیل بود، در کل اون روز تعطیله. پس ما مثلا میام حالا مثلا اینجا برای اینکه که میام چیز بشه مثلا با 0 و 1 مشخص میکنم و حالا جایی تو بوده و به این شکل مثلا به این شکل نوشتم این تعطیلات قمری یک نشون دادم، تعطیلات شمسی هم اینجا یک نشون دادم. حالا بخوایم در نتیجه اینجا ببینیم، باز میتونم بیام تیکه تیکه بنویسم و رو همش بکنم برای که کار ساده تر بشه. من بازم این کار رو میکنم که شما بازی کمی را بیفتید، حالا بعدا دیگه برای فرمولای بعدی میتونیم روی هم بنویسیمش. اینجا شرط میذارم که این مساوی یک، ببین حتما با شرط بزرگتر کوچیکتر باشه، مساوی میتونه باشه، این مساوی یک، این تو روه، این رو میارم تا پایین، تا اینجا مساوی یک نیست پس فالس. این یکی باز مساوی یک، این هم شرطش این شکلیه. اینجا میام اور اینا رو می نویسم مساویه اور این خونه و این خونه، پرانتز می بندم اوکی بکنم. چون یکیش هم تو روه اینجا تو رو می زنه و برای همه این کار رو می کنم. به در نهایت اینجا میام شرطمو می نویسم مساویه ایف، بگه زید تنوع بشه بیام از توی قسمت صفحش این کار رو بکنم که اینجا هم بیشتر آشنا بشیم.
شرط میسم اگر این خونه مساوی طرو بود، که این شرط الان درسته، این خونه مساوی طرو هست. اینجا بنویس تعطیل و اینجا مثلا هیچی ننویس، مثلا دابل کوتیشن خالی میذارم، یه خالی بذارش باشه و اینو اوکی میکنم و اینو تا پایین میارم. ببینید از این روزها این سه روز، این و این روز تعطیله، چون حتما توشون یه یک هست. میبینید این روزها هیچی یک ندارم، من این اصلا تعطیل نیستن، این روز هیچی یک نداره، تعطیل نیست، ولی بقیه حتما یا روز قمرش یا تو شمسیشون یه یکی بوده. باز هم میتونیم فرمولا رو ترکیب تر بکنیم، یعنی بیایم داخل این اور به جای اینکه بنویسیم این خونه مساوی فلان و این خونه بعد جدا جدا، اینجا میتونیم بیایم با هم دیگه بنویسیم اگر که این خونه مساوی یک بود، یا یه و میزنم شرط بعدی، یا این خونه مساوی یک بود. میتونم ادامه هم بدم، همین دوتا رو من دارم، پرانتز میبندم و اینتر میزنم، اینو برای بالایش هم میذارم. اشتباه شد، ببخشید، اضافه کنم، اشتباه نه درست دارم. خب این رو تا پایین میارم، ببینید شرط ها همون شکلن، هیچ فرقی نکردم. این سه ستون رو میتونم پاک بکنم. حالا میتونم این رو هم بیارم داخل ایف بذارم، پس این کل اور رو کپی میکنم و میام داخل این قسمت روی L4، L4 رو پاک میکنم و پیست میکنم اینجا و اوکی میکنم و این رو هم تا پایین میارم و این رو هم دیگه میتونم حذف بکنم. میبینید پس فرمول من به صورت یک پارچه این شکلی شد. اگر این یا این بود چی بود؟ اور J5 مساوی یک یا K5 مساوی یک بود، کل مساوی تورو بود، بعد تعطیل اگر نه فلان. حتی اینجا میتونید شرطتون رو تغییر بدید، مثلا اینجا بنویسید فالس، اگه این یا این مساوی فالس بود نتیجهش، مثلا اینجا بنویسید مثلا رد، بعد هم بگم بنویس تعطیل، یا اینجا دست خودتونه دیگه، کامل تو اینا رو توضیح داد. پس به این شکل میتونیم به صورت ترکیبی از توابع if and و or با هم دیگه استفاده کنیم. xor هم همین، حالا با اون هم مثلا اگه حالت براش پیدا بکنید میتونید به کارتون بیاد استفاده بکنید و همه اینا رو با هم دیگه داشته باشید. پس این هم بود از توابع لوجیکال.